بسم الله الرحمن الرحیم لکچر دومی ما درباره انستیزی انشاقی است یا انستیزی دوهای بی بهوشی یا دواهای بی بیهوشی یا بهیسی که از طریق انشاقی یا به شکل گازات استفاده میشه بحث میکنیم چون در لکچر اولی ما عمومیات انستیزی را گفتیم تقسیم بندی انستیزی را گفتیم و لکچر دومی ما درباره باره های انشاقی ما چی زمانی ما چی زمانی میتانیم انستیزی را به شکل انشاقی به یک نفر تدبیق کنیم یا در یک پروسیجر عملیات ما چی زمانی حق داریم که انستیزی یا دوای بیهیسی یا بیهوشی که میگه استفاده کنیم ولی شکل چی؟ شکل انشاقی زمانی حق پیدا می کنیم که نزد یک شخص انستیزی زرقی یا وریدی مزاد استدباب باشد. مثال خودیم یک پروسیجر عملیات برای مجرا میشه پروسیجر عملیات ولی ما به هر دلیلی که زرقی انستیزی برای مزاد استدباب است پس در این صورت باید بریم چی اجرا شوا یا انشاقی بریم اجرا شوا به خاطر پروسیجر عملیاتیم انستیزی زرقی مزاد استدباب از بریم و شکل دومی انتخاب میشه که او انشاقی است به اساس متن سلاید ما زمانی که ادویه انستیتیک داخل واردی نزد یک مریض مزاد استدباب باشد پس از انستیتیک های انشاقی استفاده میکنیم مانند حلوتان و ایتر ایتر که تقریبا از ساحه تبابت در خارج شدن است و به اساس چپتر شما یا میتود که است مجبور استیم که ایره هم بگوییم خود ایتر یک مایه بیرنگ است یعنی رنگ مشخص ندارد ایتر عبارت از مایع رنگ است به خاطر ادامه انستیزی و اندکشن انستیزی استفاده میشه به خاطر ادامه انستیزی و اندکشن خود شروع انستیزی را میگه به خاطر اندکشن انستیزی استفاده میشه یا شروع انستیزی یا بهسی استفاده میشه اما حال زیاد استفاده نمیشه ایتر به خاطر ای که جایی تر دواهای دیگه اشغال کرده یعنی دواهایی که نو است دواهایی که تا عوارز جانبیش کمتر است چار صفحهش بشار زود سپری میشه و آماده میشه مریض به مرحله سرجیکل یا جرایی که گفتیم پس از اییتر بهتر از سوز دواها پس ایتر از سایه تبابت آیستای سا خارج میشه استعمالی زیاد نیست جای تر دواهای دیگه اشغال کرده تعریف بسیار خلاصی که یا معلومات بسیار خلاصی که باید از ایتر داشته باشیم یک مایه بیرنگ به خاطر ادامه انستیزی و اندکشن یا شروع انستیزی استفاده میشه اما یک اما داره اما حال استفاده نمیشه به خاطری که جای ایتر دواهای دیگه اشغال کرده استفاده ایتر آل بسیار محدود است. هلوتان عبارت از مایه بیرنگ است که از طریق انشاقی تطبیق میشه حلوتان عین شکل که تر بیرنگ بودی هم بیرنگ است از طریق انشاقی تطبیق میشه یعنی نزد ما اگر یک نسیزی مزاد استدباب باشه زرقی برای حق نباشه که برام تطبیق شود یعنی مزاد استدباب باشه. مثلا یک نفر که زخم میده دارد اسپرین برش مزاد استدباب است به هر دلیل به هر آفتی که در وجود یا به هر پاتولوژی که در وجود ما موجود باشه و یک عملیات یا یک پروسیجر عملیات برای اجرا شو زرقی یا نسیزی نشه حلوتان یک مایع بیرنگ به شکل انشاقی برای تطبیق میشه یک نسیزی قوی و گوارا است یک نسیزی قوی و گوارا بوده سیستم تنفسی را تخریش نمیکنه این خوبیش است چون ما زمانی که یک کسی عملیات میشه یا یک پروسیجر عملیات برش اجرا میشه ما قیدک های مخصوص که در سر لباس در سر تنو که لباس هموار میشه باز در سرش یک چنگک یا یک قید بسته میکنه که همو شمال یا طوفان او را پایین نندازه زبان مریض به می شکل بسته میشه چون سیستم تنفسی زبان طرف داخل میشه داخل میره و ممکن نفستنگی یا سیست... سیستم تنفسی بیهی قید شوه. خوبی دوا چی است که سیستم تنفسی را تخریش نمیکنه؟ به ندرت سبب استفراقات بعد از عملیات میشه یعنی بعد از عملیات پروسیجر عملیات ما که تکمیل شد بسیار کم بسیار واقعات کم است که حلوتان به شکل انشاقی تدبیق شده باشه بعد از عملیات سبب استفراقات شود. به ندرت سبب استفراقات بعد از عملیات میشه تاثیر این در ظرف دو الا پنج دقیقه است یعنی به یک نفری که به شکل انشاقی هلوتان تدبیق شد نهایتا دو دقیقه الا پنج دقیقه مکمل چهار صفحه تکمیل میشه و آماده میشه سه صفحه که سرجیکل است صفحه سیومی اگر تکمیل شد گفته بودیم که اکثر واقعیت فوتی باز داره در دو الا پنج دقیقه سبب میشه که مریض آماده به سرجیکل یا عملیات شود موارد استعمال ای دوا اندکشن و ادامه انستیزی است این حالت که داشت که موارد استعمالش ادامه انستیزی و اندکشن یا شروع انستیزی است ای هم به مو است پس حلوتان میگیم یک مایع بیرنگ از طریق انشاقی تدبیق میشه یک خصوصیات دوا یک انستیزی قوی و گوارا بوده سیستم تنفسی را تخریش نمی کند ندرت سبب استفراخات بعد از عملیات می تاثیر در ظرف دو الى پنج دقیقه یعنی در ظرف دو الى پنج دقیقه سه صفحه تکمیل میکنه تا صفحه سرجیکل یا جرایی موارد استعمالی دوا اندکشن و اندکشن انستیزی و ادامه انستیزی پس هلوتان بعضی خصوصیاتش بایتر مشابه است چون ایتر هم بیرنگ بود به شکل انشاقی استفاده می شد او یک انستیزی قوی نیست ولی یک انستیزی قوی و گوار سیستم تنفسی را ای تخریش نمی کنه به ندرت سبب استفراقات بعد از عملیات میشه تاثیر هلوتان در ظرف دو الی پنج دقیقه است و بالاخره موارد استعمالش هم اندکشن انستیزی و ادامه انستیزی است گازات انشاقی گازی که انشاقی است گازی که تنفس میشه نایترت اکسید اکساید نایترس اکساید با منظور انستیزی استفاده می شود تاثیر نایترس اکساید ضعیف بوده بنان به تنهایی استفاده نمی شود امین که از هیچگاه به تنهایی استفاده نمی شود. چون تاثیرش بسیار ضعیف است نایترس اکساید با منظور انستیزی استفاده می شود تاثیر نایترس اکساید ضعیف بوده به تنهایی استفاده نمیشه یعنی تاثیر بسیار خفیف است بسیار ضعیف است به تنهایی استفاده نمیشه اما استفاده این انستیزی سبب میشد که سایر دو انستیزی به دوز کمتر استفاده شود. خوبی گازات اینشاقی چی است که از این جمله نایترس اکساید یک انستیزی ضعیف است به شکل انشاقی یا گاز به خاطر استفاده میشه ولی تنها استفاده نمیشه همیشه با یک دوای دومی استفاده میشه خوبیشی است دوایی که دومی استفاده میشه دوزی و دوا کم است یعنی همین نایتریت اکساید که کمک میکنه تا دوزی و دوا یا مقدار و, و دوا کمتر استفاده شود این انستیزی قبلا به یک نام دیگه هم یاد میشد به نام گاز خنداور استفاده ما اگر به کسی این ای گاز به شکل انشاق، انشاقی تطبیق شود تاثیرات اه، یعنی به شکل خنده خنده هایی که کاذب است یعنی خوشی کاذب برش ایجاد میشه از همین خاطر به نام گاز خنداور نیز یاد میشد و همی گازات انشاقی تاثیرات قوی زده درد هم دارد پس گازات انشاقی را میگیم که نایت, نایت نترس اکساید به منظور انستیزی استفاده میشه تاثیراتش بسیار خفیف یا ضعیف از بتنهایی استفاده نمیشد با امرا با یک انستیزی دومی که استفاده میشه دوز دوای دومی را کمتر میسازه این انستیزی قبلا به نام گاز خنداور هم یاد میشد همچنان تاثیراتی قوی ضد درد هم دارد ضد درد هم دارد اکسیژن اشکال دوایی گاز اشکال دوایی شکل گاز خود اکسیژن موارد استعمال به منظور تداوم فشار کافی کافی اکسیژن در انستیزی انشاقی اکسیژن شکل دوا خو گاز شد از اکسیژن چون گاز است اکسیژن موارد استعمال به منظور تداوم فشار کافی اکسیژن در انستیزی انشاقی تداوم فشار کافی اکسیژن در انستیزی انشاقی که استفاده میشه با اکسیژن بسیار کافی باشه چون خود گازات به شکل انشاقی گرفته میشه و خودشی گاز اکسیژن خودش یه شکل دوایش گاز است مقداری که استفاده میشه خود اکسیژن غلظت اکسیژن در ا... 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 غلظت اکسیژن که به شکل انشاقی است در 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 گازات انستیتیک نباید کمتر از 20 فیصد باشد غلظت اکسیژن انشاقی در گازات آنستتیک انستیتیک یا انستیزی نباید کمتر از 20 باشد پس شکل دوایی اکسیژن گاز شد موارد استعمال به منظور تداوم فشار کافی اکسیژن در انستیزی انشاقی مقدار اکسیژن غلظت اکسیژن انشاقی در گازات انستیزی در در دواهای انستیزی که گاز موجود باشد نباید کمتر از 20 فیصد باشد عوارض جانبی غلظت های بلند همی شکل گاز یا های شکل گاز است دارای تاثیرات سمی بالایی است زمانی که غلظتش بلند از 80 فیصد باشد کمتر از 20 فیصد باید در, در غلزت اکسیژن این باشد و بیشتر از 80 فیصد اگر غلزت بالا میره سر سیستم تنفسی فشار میره و سبب تاثیرات سمی بالای ریه ها میگردد پس اکسیژن شکل دوا یا اشکال دوای گاز موارد استعمال به منظور تداوم فشار کافی اکسیژن در انستیزی انشاقی مقدار غلظت اکسیژن انشاقی در گازات انستیتیک ما در, در دوا گپ میزنیم در دواهای انستیزی نباید کمتر از 20 فیصد باشد غلظتش عوارض جانبی دوا چی است هر زمان که غلظت اکسیژن انشاقی در گازات انستیتیک بیشتر از 80 فیصد شد دارای تاثیرات سمی بالای سیستم تنفسی یا هست. هاست ادوی که قبل از عملیات یا پریدمیکیشن است پرد، تطبیق میشن. یا دواهایی که قبل از عملیات تطبیق میشه این دواها رو میگه پریمی پریمیدیکیشن یا دواهایی که قبل از عملیات تطبیق میشه عبارت از دواهایی است که قبل از انستیزی استفاده میشه یعنی انستیزی زمانی زمان اجرا میشه که عملیات صورت نگرفته پس ادوی قبل از عملیات یا پریمیدیکیشن عبارت از دواهایی است که قبل از انستیزی استفاده میشه این دوا به نام دواهای پری پریمیدیکیشن یاد میشه که قرار زیل است یعنی یک تعداد دواها که قبل از انستیزی استفاده میشه با خاطر آماده کردن مریض با بخ... امی ب... 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 پروسیجری که در... در, انتخاب شده هر آن چیزی که باشه یک عملیات جرایی یک تعداد دواها قبل از انستیزی یا قبل از عملیات که انستیزی قبل از انستیزی اجرا شود که بعد از انستیزی عملیات صورت میگیره پس ادوی قبل از عملیات یا قبل از انستیزی امی ها قرار زیل است جلوگیری از ترس و هیجانات هر عملیات صغیر باشه یک عملیات صغیره باشه یک عملیات کوچک باشه یک عملیات بزرگ باشه یک استرس یک فشار یا یک هیجان خود داره اگر مریض هر قدر بگویی که یک پروسیجر بسیار ساده عملیات است نه خطر داره نه نسیزی عمومی برات میته یک لوکل نسیزی یا انشاقی برات یک شکل میته یا نسیزی هایی که لوکل یا موزی است در ستون فقرات یا اصلاحی هم مردم که میگه در کمر میگه برش نسیزی داده خوب مریض آماده کنی به این موضوع هیچ مشکل نداره این عملیات ولی بعض همی مریض ترس یک هیجان داره این حالت از سبب افرازات ادرینالین جلوگیری از ترس و حیاجانت. این حالت از سبب افرازات ادرینالین که یک هورمون است از مخی غدوات فوق کلیه و ازیاد از استقلاب که با استراب توام می باشد سبب تولید مشکلات برای انستیزی مریضان می شد. یعنی ما گفتیم هر،, هر, عملیات اگر باشد بسیار ساده هم باشد ولی شخص یک کمی ترس داره هیجان داره کمی هیجان ترس از سبب چی ایجاد میشه از سبب افرادات ادرینالین ادرینالین که یک هورمون است از غدواتی که بالای گرده ها قرار داره ای افراد میشه و از استقلاب زیاد استقلاب و زیاد استقلاب که با افرازات که با استراب یک جای می باشه سبب استراب میشه سبب تولید مشکلات برای چی میشه انستیزی میشه پس یک نفری که استرس هیجان ترس داشته باشه و انستیزی برای شما پس مشکلات با انستیزی اجرا میکنه چون انستیزی گفته بودیم شعور و حیثیت از بین میبره پس مریض در اینجا چی است؟ مریض در, در ترس و هیجان است و همچنان سبب ایجاد اریتمی های قلبی میشه حالت هایی که جلوگیری از ترس و هیجان است یه حالت باید ما کنترل کنیم قبل از انستیزی گفتیم دواهایی که قبل از انستیزی یا قبل از عملیات تطبیق میشه با مریض با ترس و هیجان مریض کنترل باشه که حالت ها گفتیم از سبب ازیاد ادرینالین که از غدوات فوق کلیه افراز میشه و یا ازیاد استقلاب ای ترس و هیجان باز مشکل ایجاد میکنه بخاطر ای انستیزی و همچنان امیت ترس و هیجان سبب اریتمی های قلبی میشه یعنی بینظمی های قلبی میشه جلوگیری از دلبدی در زمان عملیات باید دوای چی بوده مگر یک نفر دلبد باشه قبل از عملیات باید دلبدی و استفراقاتی و کنترول شوه جلوگیری از دلبدی در زمان عملیات تنقیص درد اگر درد داشته باشه دوا برش میدیم که درد مریض هم کم شوه تا آماده شوه به انستیزی یا به عملیات افرازات تنقیص افرازات سیستم تنفسی یا قصایبات که میگه و جلوگیری از بندش قصایبات در جریان عملیات پیشتر هم گفتیم هر انستیزی که اجرا میشه یا هر عملیاتی که اجرا میشه خود زبان مریض میره به طرف پایین به طرف بلوم یا گلو میره از اون خاطر زبان مریض در یک قید بسته میکنه که زبان مریض داخل نره پس جلوگیری از چی؟ از بندش قصیبات سیستم تنفسی با جلوگیری شود تنقیص تاثیرات پاراسمپاتیک بالای قلب با جلوگیری از بینظمی قلبی ای دواهایی است یا امو میتودی است که قبل از عملیات یا قبل از انستیزی با مریض مکمل یک جنرال دیده شود اگر به اساس را بگیم ریتم قلبی داشته باشه کنترل شوه دل بدی و استفراغات داشته باشه کنترل شوه تنقیص درد تنقیص افرازات و جلوگیری از بندش قصیبات در جریان عملیات تنقیص تاثیرات پاراسمپاتیک گفته بودیم که تعادل انسان در چی است در اعصابی که به نام سمپاتیک و پاراسمپاتیک پس تنقیس تاثیرات پاراسمپاتیک بالای قلب و جلوگیری از بینظمی قلبی ادوی ایزل قبل از انستیزی تطبیق شد او قبل از عملیات یا قبل از انستیزی هم دواهایی که قبل از انستیزی باید تطبیق شد تطبیق شد ادوی خواب آور وزد استراب مانند ریازی پام یک یک مثالش هم میگیم که مشخص شود. ادوی خواب آور ادوی خواب آور و استراب که مترف هیجاناته که در سالای بیشتر بود دو هم دهی شامل میشه ادوی خواباور و, و زد استراب مانند دیازپام اگر یک نفر بی خواب باشه ما برشی میتیم دوای خواب میتیم قبل از انستیزی تا خواب مریض نرمال شو. اگر استراب ترس داشته باشد دوای زد در استراب ترس برش میتیم تا مریض آماده شود ادوی خواباور و ضد استراب مانند ریاضی پم ادوی انالجیزیک نارکوتیک مانند مورفین ادوی آنتی کولینرژیک مانند اتروپین غرض کاهش افرادات و همچنان از بندش طرح طرق تنفسی جلوگیری میکنه ادوی انتی اسید مانند رینیتیدین ادوی انتی اسید افرازات میده به خاطر کاهش اسید میده و همچنان ادوی میتو میتوکلوپرامید به خاطر سبب شود تا میده زود تخلیه شود میتوکلوپرامید سبب تسریع تخلیه میده میشود. پس ادوی زل قبل از تیزی تدبیر شود ادوی خواباور و ضد استراب ادوی خواب آور و ضد استراب نفر از بی خواب است قبل از برش دوای خواب میتیم نفر از استراب دارد ترس دارد دوای ضد ترس برش میتیم مانند دیازپام نفر درد دارد پیشتر گفتیم در عمومیات که اگر درد داشته باشد ادوی انالجزیک نارکوتیک مانند مورفین که یک دوای ضد درد است ادوی آنتی مانند اتروپین غرض کاهش افرازات و هم و همچنان از بندش طرق تنفسی جلوگیری میکنه ما بیشتر گفتیم در هر عملیات زبان مریض میره به طرف گرو داخل که رفت سیستم تنفسی رو قید میکنه سیستم تنفسی رو قید کرد اکسیژن بند میشه نفر اگر از عملیات نمیره از بندش میموره. زبان مریض در قید میباشه نمیگذاره که داخل بره پس ادوی که اینجا استفاده میشه ادوی انتیکولینرژیک مانند اتروپین قرار کاهش افرادات که افرادات سیستم تنفسی کم شوه و همچنان از بندش ترک تنفسی جلوگیری شو اگر افرازات بسیار زیاد باشه امکان داره در این قسمت بندش ایجاد کنه ادوی انتی زد اسید زد اسید آنتی اسید مانند رینیتیدین با خاطر کاهش اسید میده که اسید میده مریض کنترل شوه یا میتوکلوبرامید با خاطر که هم مواد غذایی که در داخل میده زود تخلیه شود دوهایی که در جریان انستیزی تطبیق می شود قبل از عملیات قبل از انستیزی و بالاخره در جریان انستیزی یک تعداد دواها نظر به ضرورت در جریان انستیزی تطبیق می شود که این دواها قرار زیل است ادویه را خواهد ازلی اگر یک عملیات مثال طولانی شود ازلات شخ باشد در اونجا ما دوا برش میدیم که ازالات رخواهد کنه ازالات نرم شو. تا صحیح سا... عملیاتی ما هم چی باشه آه... بتانیم که پروسیجر سر جریان داره عضلات نرم شد کار آسان شد پروسیجر عملیات آسان شد ادویه رخواهد دهنده ازالی ادویه که سبب پایین شدن فشار شیریانی میشه بعضی عملیات ها مثلا فشار مریض بالا میره در جریان انستیزی با وجودی که مریض بهوش بحو است یا بهیس است انستیزی برش شده ما دوای زده چی میتیم؟ فشار شیریانی که می فشارش پایین کنه دوباره و بالاخره بعضی از عدویه های قلبی چون در جریان عملیات اگر مشکلات قلبی ایجاد شود عملیات ما در خطر مواجه میشه پس بنان یک تعداد دواها نظر به ضرورت اگر ضرورت نباشه تطبیق نمیشه دواهایی که در جریان انستیزی تطبیق میشود قبل از عملیات قبل از انستیزی و در جریان انستیزی گفتیم دواهایی که در جریان انستیزی تطبیق میشه یک تعداد دواها گفتیم نظر به ضرورت در جریان عملیات در جریان انستیزی که نفر بیهوش است این دوا برش تطبیق میشه مثلا ادویه رخاوت دهنده از الکی عضلات نرم شود و بالاخره ادویه که سبب پایین شدن فشار شود هایپر باشد، باشه هایپر تنشن نرمال بسازه یعنی فشار بلند پایین کنه و بالاخره بعضی از دواهای قلبی ادویه انستتیک موزی ادویه انستتیک موزی, موزی. عبارت از دواهای است عبارت از دواهای است که تاثیرات آن مربوط به سیستم اعصاب محیطی می باشد ادویه انستتیک موزی انستیزیک های موضوع یا لوکل که در یک سایه استفاده میشه مثال ما با یک ماشینی که اساس از پل داره کار میکنم یک قسمت از دستی رو قط میکنم باز در اینجا ضرورت به من نیست که یک انستیزی عمومی برم بده فقط در سایه اطراف دستیم که قطع شده دو طرف یا سه طرف نظر به ضرورت سرنج یا پیشکاری میشه دستیم به حس میشه یا به هوش میشه امی انستیزیک ها عبارت از دواهایی است که تاثیرات بالای سیستم عصبی محیطی تاثیر دارد یعنی به چی مانا سیاله هایی که سبب انتقال به اصاب مرکزی میشه و او سیاله ها را قطع میکنه یعنی اگر شما ایستاد باشه قسمت تا کسی فشار بده دفتن میفهمید فشار آمد سره امو سیالی که سبب میشه تو بفهمی او قطع میکنه عبارت از عبارت از دواهایی که تاثیرات آن مربوط به سیستم عصبی محیطی است یعنی سبب جلوگیری انقال شده به سیستم عصبی مرکزی میشد این تاثیرات از سیزی موضوعی بدون جای شعور میباشد اگر تنها دست ما به حس و شعور نرمال است فقط حسیت ما از بین میبرد که درد برای ایجاد نشه ولی اگر سرم صدا شه و نامی چیست برش میگم از کجاستی برش میگم نرمال است شوری در در انستیزی موزی یا لوکل هیچ وقت شعور از بین نمیره شور موجود است ولی چی حسیت از بین میبره این شکل انستیزی در پروسیجر های کوتاه جرایی و پروسیجر های ولادی و دندان استفاده میشه که ادوی این قرار دارد بنزوکاین تتراکاین لیدوکاین این که موضوعی استفاده میشه لیدو آخرین سلاید ما و الله دواهای دیگه در های بعدی از جمله دواهای انستیزی موضوعی بوده اشکال دوایی یعنی کدام شکلی پیدا میشه به شکل امپول 20 میلی لیتر لیدوکاین هایدرو کلوراید و سایر اشکال این دوا این دوه. موارد استعمال انستیزی موزی سطحی انست... به شکل سطحی به خاطر دندان یا انستیزیک های نخایی عوارض جانبی گنگسیت تشوش رویت ناراحتی عدم کفایی تنفسی لیدوکاین از جمله دوهای انستیزی موزی که در یک سایه استفاده میشه مثلا دندان ما درد داره یا التهابی شده این قسمت بر می دندان تا می یا بر ما می کنم استفاده میکنه. پروتیجرهای پروسیجر های اولادی که اجرا میشه در روی استفاده میشه و شکل دوایی گفتیم به شکل امپول 20 میلی لیتر لیدوکین هیدروکلوراید و سایر اشکال دوایی هم دارد موارد استعمالش انستیزی موزی سطحی است مثلا به خاطر دندان انستیزی نخایی که در, در خود نخواه شوکی اجرا میشه روز جان بیشی است که رویت از نظر دید مشکل پیدا میکنی گنگسیت گنگز میباشی نراحتی نراحت میباشی و بالاخره عدم کفای تنفسی انشالله آقا در درس ما لکچر دومی ما از انستیتکای انشاقی رو تا لیدوکاین کلکچر بعدی ما بنزوکاین انشالله شروع میکنیم